عضوی از خانواده های سرفراز شهدای قهرمان مجاهد خلق در قتل عام سال 67. در اون سال من 3 تا از افراد خانواده هم برادرم که فقط پرویز مجاهد نیا که فقط 14 سال داشت، کلاس سوم راهنمایی بودن، دختر برادر بزرگم نسرین که فقط 17 سال داشت و پسرموم صفدر آزادنه که از سال 59 دستگیر شده بود، اینا تو زندان دیزل آباد کرمانشاه بودن. در اوایل اردیبهشت سال 67 به ما اطلاع دادن که همه زندانیای سیاسی رو از کرمانشاه دارن انتقال میکنن، منتقل میرن به تهران که الان یه استوپ دادن بهشون توی چیزن، توی شهرک بیستون، یه کاروانسرای قدیمی بود، چون اینا رو میخوان شبانه حرکت بدن، نمیتونستن اینجوری ببرن، گذاشتن بردن اونجا. ما هم این خبر رو شنیدیم، رفتیم اون شهرک، تونستیم صفدر و پرویز رو ببینیم که بعد اونجا اینا حرفشون این بود که چند لحظه، چند دقیقه بیشتر ما اینا رو ندیم، فقط حرفشون این بود که اینا به ما گفتن شما قتل عام میشین، همه شما رو میخوایم، اصلا کل زندانی های مجاهدین رو میخوایم از بین ببریم، نمیخوایم تو اینجا باشه، میبره میتون یا زندان اوین یا گوهردشت. که دیگه ما هم چند جمله با هم نتونستیم دیدار داشته باشیم که برگشت. بعد اینا رو انتقال دادن به زندان های اوین که از اون ما تا مرداد همون سال که اینا قتل عام شدن، ما مرتب به زندان اوین میرفتیم، میگفتن بردنشون زندان گوهردشت، میرفتیم زندان گوهردشت، میگفتن بردنشون زندان اوین، تا وقتی که بالاخره موفق شدیم یک بار تو زندان گوهردشت با اینا ملاقات داشته باشیم که هر ستایشون بازم تاکید میکردن که هر جوری شده ما رو به کرمانشاه سعی کنیم برگردنی که ما حتما اینجا قتل عام میشیم. که اون آخرین دیدار بود که ما تو ماه اوائل تیر ما داشتیم، دیگه ما هیچ ملاقاتی با اینا نداشتیم و به طور مرتب پیگیری میکردیم، زندان دیزل آباد کرمانشاه میرفتیم، اوین میرفتیم، گوهردشت، تا اینکه توی آبان همون سال به ما اطلاع دادن که بیاین، یه ساختمانی بود اسم ساختمان حمایت، نه ساختمان جنایت خمینی.